به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام بیننده های عزیز. امید دارم جور صحتمند سلامت بوده و بیننده برنامه اقتصاد او پرمختگ باشید. هموطنان عزیز، قسمی که از نام برنامه هویداست، هدف ما رشد صنعت، تشویق صنعتکاران و همچنان به تصویر کشاندن بهترین تولیدات کشور میشه. بیننده های عزیز، باز هم مهمان خانه های شما هستم و آمدیم به یکی از فابریکه هایی که هموطنان ما اینجا سرمایه گذاری کردن، عرق ریزی میکنن، زحمت میکشن تا بهترین تولیدات سطل رنگ را بر ما داشته باشند. بیننده های عزیز، در برنامه گذشته شما دیده بودین که ما در یکی از فابریکه های رفته بودیم که اونجا تولید رنگ بود، ولی امروز براتون میخوایم که در این برنامه نشان بدم که سطل رنگ چگونه تولید میشه و در فابریکه کاستم از 1 کیلو الا 24 کیلو که به خاطر سطل رنگ میباشه اینجا تولید میشه. هموطنان عزیز، اولین مرحله کار از کجا شروع میشه؟ کارشون چقدر موثر است و به خاطر از اینکه بتونیم یک سطل بهتر تولید کنیم کدام مواد خام نیاز است؟ پس چه خوب است که بیشتر روی این موضوع با سرکارگر این فابریکه صحبت کنم. سلام ورو تاست. و علیکم سلام، څنګه خیر؟ بخیر ورو. تاسو هم کیدیش خپل د کار په حق لمون ته معلومات ورکړئ چې په دې فابریکه کې اول کار لکم زنه شروع کیږي. اول کار خود دغه ځینې شروع کیږي، دا وګوره، دا شټیکر دي، مختلف شټیکر دي، دا هر چا خپل شټیکر دي. نو دا بیا مونږ ته آرډر راکوي، یا سل یا 250، هغه مونږ په ماغه حساب ورته جوړو. یعنی هر شرکت خپل قرارداد لري، تاسو خپل هغه ډیزاین تاسو ورکه به لګنه تاسو ورته سادل جوړای. بالکل، هر شرکت خپل ریپرې لري، خپل شټیکر مونږ ته راولېږي، یا سل یا 500 ماغه مونږ ورته تیارو هغه دي. در فابریکی خپل شټیکر دي. بله بیننده های عزیز، قسمی که انجینر صاحب گفتن در فابریکه که ما هستیم اینجا به انواع متعدد از سطل های رنگ را جور میکنن به فابریکات دیگر، اونا به بازار صادر نمیکنن و هموطنان ما مثلا سطل که به خاطر آب می باشه یا به خاطر بعضی از سطل های بسیار خرد ما به خاطر لبنیات داریم، این گونه سطل ها را آماده نمیکنن، فقط سطل را به خاطر رنگ آماده میکنن به اندازه های مختلف. احساس و لومړی کار خل اشتیکر نشرو کیږي، بعد لغین بس کیږي اشتیکر هم موږ لګاو، دسې مختلف غاکونه دي، بعضې ساده غواړي بغیر اشتیکر، هغه موږ ورکوو. وینې دسې وایي چې 1 کیلو نه واخله تر 40 کیلو پورې موږ هر رقم سطل تولیدوو. بله، له دې نه صدر ته تاسو ته آرډر یا فرمایش ورکول کیږي، بس کیږي؟ دا خو موږ هر رقم مواد لرو، هر رقم مواد چې هغه هر یو مواد غواړي هماغه کې موږ ورته تیاروو، هماغه ورته لیږو. نو دلته موږ مواد خام هم ګورو، دا څه لپاره ده؟ دا خو اوس ګوره، دغه مواد دي، دا درې څلور رقم مواد موږ لرو تقریبا، چې هغه اولو غواړي، دویم غواړي، درېیم غواړي، هر رقم غواړي، هماغه مواد کې موږ ورته تیاروو، ورته لیږو. راځه چې نږدې نه ګورو. بیننده های عزیز، ما با انجینر صاحب یک جامې رو و مواد خام برتان به تصویر میکشنم و قسمی که شما میبینید این مواد خام است و به خاطر از این است که بتوانند که سطل آماده کنند و این مواد خام که است مواد دانه است، به رنگ سفید است و میخواین که سطل آماده کنند. انجینر صاحب، تاسو کیدای شي د دې په حق لمون ته معلومات ورکړئ صدا مواد خام لکم زینه تاسو اخلي خپل هیواد نه کنور هیوادونه نه؟ دا خو دې خپل هیواد کې جوړیږي، نور بل هیواد نم راځي، ایران نم راځي، نورم دلته داخلي مواد موږ لرو، دا بیا موږ ګډو. یو مسله مهم دا ده چې په هر تولید کې کیفیت ډیر مهم ده، که مواد خامې کیفیت ولري خو طبیعي خبره ده چې زموږ او ستاسو تولید هم به ډیر خوي. دا مواد خامې کیفیت څنګه ده؟ دا کیفیت خو ښه ده انجینر صاحب، انشاءالله کیفیت بالکل صحیح ده، او کیفیت ښه کیفیت لري، چې خرابې خو بیا موږ خپله استعمالوو. وروسته له دې نه ستاسو مواد خام اخلي، بیا څه کیږي په دې فابریکه کې؟ مواد خام چې اخلو بس هماغه استعمالوو، نور دلته موږ سره نور مواد هم دي، دوه درې قسمه مواد هماغې سره ورته تیاروو، بس چې رقم ګاکو غواړي هماغه شی موږ ورته تیاروو. دلته موږ څو قسمه مواد لرو، یو قسم نه دی که یو سړی غواړي چې خام هغه ته خام کار کوي بیا موږ ورته خام لیږو، که یو سړی غواړي چې موږ ته پوخ مال راولیږه هغه ته موږ پوخ لیږو، هر رقم مواد موږ سره شته ده. یعنی کله چې دلته خام مواد آماده کیږي بیا بله مرحله ماشینري مرحله ده؟ ماشین کې اچو. بالکل، دا بیا بیننده های عزیز، قسمی که شما رو تصویر میبینید مرحله است که مواد خام اینا به یک بوجی میگیرن و به ماشین میاندازن و واقعا که بسیار عالی است و شما رو تصویر میبینید که مواد خام است و واقعا بسیار عالی است. بیننده های عزیز، شما رو تصویر میبینید که برادر ما مواد خام میگیره و به مرحله ماشینری میبره. خب بیننده های عزیز، یک چیز را که ما به یادآور شوم، در فابریکی که ما هستم بسیار وسیع است و وقتی که از یک مرحله کار به مرحله کار دیگه بریم بسیار زمان نیاز داره و ما نمیتونیم که همین وقفه ها را هم برتان نشان بدیم. بیننده های عزیز، قبل از اینکه به مرحله ماشینری میریم، چه خوب است که شما چند تصویر زیبا از جریان کار را ببینید و دوباره زود برمیگردید.
بله بیننده های عزیز، قسم شما رو تاثیر میبینید که برادر ما مواد خام آورد و میخواهی که به داخل این ماشین بیاندازه. پس از انجینر سو میپرسیم که در رابطه با این بر ما بگن که آیا یک نوع مواد خام به داخل ماشین میاندازن یا کارشان فرق میکنه؟ نه کار ما فرق میکنه، مختلف مواد داریم ما، هر قسم مواد که آرد ما باشه ضرورت ما باشه نمو مواد ما میچلنیم. فی الحال از ماری ضرورت ما سالی رو میچلنیم میره میندهیم. کلر میکنیم شی رنگ است، رنگ مفت ما بنش بازی استعمال میکنیم. دیگه مواد هر قسم مواد است یا از خود مختلف نام داره، ال دی، اچ دی، پی پی، کو پی پی، ال دی پی. دا مواد چی لپاره؟ یه تیتانیم است او ویتکس است که ایرو بخاطر کلر ما بنش میکس میکنیم بازی رنگ شکل سفید میکنه. انجینر صاحب لطاسو نه اور دې په حقلم ته معلومات ورکا صداغه ماشین سونو میگی دا خو یو موټر دی ګوره وادي موټر دی کې لګیدل دی مکسر دی ته وای صرف دا دانه مکس کوي نور دا هیڅ چې نه کوي دغه بیلر کې دانه چې مونږه دا مکس کوي دغه پودر چې دی کې چې دا پودر دی سره مکس کوي دا تاویږي فقط یو دانه او یو پودر هم دا دوه نمونه دي یو بوجه یو قاشق پودر ورتا چې نور بس خپل نور جوړیږي هغه چې دوه دقیقې ګډ راګډ چې خپل مکس کوي نور برابرېږي از شما خواهش میکنم کارتان ادامه بتن بیننده های قسم شما تصویر میبینید از برادر ما خواهش کردم که کار خود ادامه بتن و میخواین که بر ما مواد خام امرا و پودر که بود مکس بسازن و این مکس ساختنشان بخاطر ایدی است که بتانند که به صورت درست تولید داشته باشن و در مدت دو دقیقه به صورت عادی آماده میشن انجینر صاحب لطاسن اورو سددی درجه صبح زیاتی خدا او کمی خدا نه دا چې کمی خدا دا که زیاتی پدی باندې وزن ده دا بیا ورانه کی دا کم درجه والا ده ځکه په ما خپل لیول او ما قرار دا تاویږي انجینر صاحب شما مشنن در رابطه به برنامه بگین که امروز در فابریکی که ماستیم با کدام سایزی از سطل را میخواین تولید کنین چون در ابتدا ما گفتیم که از 1 کیلو تا 24 کیلو شما تولیدات دارین و نمیتونیم که همه در یک روز ما تولید کنیم چون بسیار زمان نیاز داره چون شاید ساعت ها زمان نیاز داشته باشه تا که بتونیم که همه تولیدات داشته باشیم امروز در مادری فابریکی که هستیم کدام نوع سطل میخواین که تولید کنین او بالکل اوس خو مونږ چې ده فلحال 15 کیلو باسو نور دی دایان دی خپل قالبونه دی یو کیلو نه واخله تر تلیرش کیلو بوري مختلف هر یو مونږ باسو چې ده هر یو وړري اماغه مونږ باسو بله بیننده های عزیز یک چیز را که ما باید به شما یادآور شم در فابریکی که ما هستیم به مدت نیم ساعت که برتان برنامه را به نشر میرسانیم گفته نمیتونیم که تمام تولید فقط در این مدت نیم ساعت آماده میشه ساعت ها زمان نیاز داره تا ما برنامه را برتان تهیه میکنیم و به خدمت شما به نشر میرسانیم از انجینر سو میپرسم در رابطه به بر ما بگن بعد از اینکه مواد خام مکس میشه باز چیکار انجام میدن دغه مواد چې مکس شو باز دغه ماشین دا شو نور ماشین خپل کار کوي اغه غد روان دی ایټر یار چې ورته لګیدل دی اغه میده کوي اغه بس استعمالي کې په ما غلیول نور جوړیږي اوس یې مکس شو نه دا نه دا یو دوه درې دقیقې بریدو چې لک ډیر تو شي سمره چې تاو شي ما غمر خم مکس کیږي انجینر صاحب تاسو د دې په حق لمو ته معلومات ورکې سه مونږ خو سلونه سګور په هر رنگ باندې دا مګر تاسو یو د سپین مواد واچول دا چې لپاره دا خو زګور سپین دی دا خو کله چې سپین پکاري کنه بیا موږ سپین استعمالو نور موږ سره کرشم شته نور مواد هم چې کله مثال تور پکاري یا بادامي پکاري یا کریمي هر رقم پکاري نور هر یو کلر بیا موږ باسو هغه بیا موږ خپل دلته جوړو انجینر صاحب تاسو د دې په حقله موږ ته معلومات ورکړئ دا کله چې تاسو غواړئ چې سطل تولید کړئ دا خو ضایعات هم لري هغه ضایعات بیا څه کیږي هغه ضایعات بیا بیرته میده کوو موږ کرشر لرو میده کوو بیرته استعمالو ټول استعمالیږي بیرته زما هدف په همدې باندې ځکه چې د دانې مرحله د دمدې لپاره موږ وخت ستاسو نه پوښتنه وکړم یعنې هغه بیا بیرته دانه کیږي هغه بیرته میده کیږي بیرته استعمالیږي بیرته استعمالیږي هیڅ چیز هم دی کې ضایعات نشته کوم چې ضایعات کیږي هغه بیرته میده کیږي بیرته استعمالیږي بله بیننده های عزیز قسم شما رو تصویر میبینید مواد خام گرفتن به داخل ماشین مکسر انداختن و چرخ بسیار فعالی که به خاطر از این ماشین است ایرا چرخ میتن تا به صورت درست آماده شه و انجینر صاحب هم کارش به اتمام رسیده گفتن که آماده است و از اینا میپرسیم در رابطه با بر ما بگن که وقتی که آماده میشه اینا به چه شکلی کار خود باز انجام میدن دا اوس تیار شو دا اوس بوری کیا چی به دایرکت ماشین ته واچو دا نور تیار ده کلر و کلر میکس شو دا نور چی شنه لري بله بیننده های عزیز قسمی که انجینر صاحب گفتن بعد از اینکه آماده میشه دوباره به همو یک بوجی که به خاطر مواد خام یا دانه بود دوباره ای را میاندازن و به مرحله ماشینری میریم که ماشین هم به خاطر تولید سطل پلاستیکی میباشه انجینر صاحب په دغه ماشینونو که بیا 100 کیلو سلونه تولید کیږي زیاتر دا خو ګوره مختلف ماشینونه دي کوم چې 200 شل ټنه ماشینونه دي کنه هغه بیا سره 1 کیلو تولید کوي 1 کیلو هم کولای شي 1 کیلو هم کولای شي کوم چې بیا سلور ته سلوي ټنه دي کنه هغه بیا سلیرش کیلو چې تولید کوي
بله بیننده های عزیز، مواد خام آوردن و اینجا گذاشتن و قسمی که شما ببینید مواد خام به صورت کامل میکس شده یا هم آماده شده. بیننده های عزیز، ادامه برنامه را چیک بس که بعد از یک وقت خیلی کوتاه ببینیم و ناگفته نماند. در فابریکی که ماستون بسیار وسیع است و بسیار بخش های خوبی دیگر هم ما داریم و چیک بس که ادامه برنامه را بعد از یک وقت خیلی کوتاه بیننده باشیم. بیننده های عزیز، بار دوم برنامه است و قسمی که شما تصویر میبینید برادر ما مواد خام میگیره به داخل ماشین میاندازه و میخوان که سطل بر ما تولید کنند. و چی بس که از اینجا در سبب پرسم در رابطه بای بر ما بگویند که فعلا میخوان که در این ماشین وقتی که مواد خام میاندازند با کدام درجه حرارت این ماشین است و چگونه میخوان که سطل تولید کنند؟ دا خپل ایټری لري خپل حرارت لري. دا حرارت کلک ډیری هم خرابی کوي، کلک کمی هم خرابی کوي. دا باید برابرې بلکل برابرې دا خام مواد چې دلته واچې نور هلته ایټرې لګېدلې دي. دا خپله دا اوبه کوي، نرمیږي، نور هلته بیا وزي جوړېږي دی نه. بله بیننده های عزیز، شما تصویر میبینید که برادر ما هم اینجا کار میکنه و سطل آماده شد، از داخل ماشین کشیدن و چه خوب است که ما امروش صحبت کنم و در رابطه بایی بر ما بگن که چقدر رقمش در این فابریکا کار میکنن و همچنان در رابطه بایی بر ما بگن که یک سطل زمان که از داخل ماشین میکشن کدام کار دیگه هم نیاز داره. آخر سلام رو تاستا. علیکم سلام، نم اسمیل ده، یو کارگر پا حیث بانی دل ده کار کهو دا کار چی ده مثال دل ده ریپر لگو. اسماعیل رو رضا به دې خبره شم چې ته خپل په طبیعت باندې کار وکړې. تاسو هم کېدای شي خپل د کار په هکله موږ ته معلومات ورکړئ چې اوس غواړئ څه کار وکړې؟ ولې نه، اوس غواړم چې دا ګیلن د هغه کوی پاکوی کټر لرو هغه لرو مثال اول دا ریپر دلته چارج کوو دی په چارجګر په ذریعه باندې و د هغې نه بیا دا چارجګر اخلو دا برق تېری چارجګر ریپر چې واخلو هلته ډی کې لګوو د چارج په وسیله باندې هغه خپل ځان هواروي ډی کې دې کې بعد هغې نه د ایټرو په وسیله هلته مال ویلې کېږي دې خواته راځي بیا د اوبو په ذریعه ایبو په ذریعه باندې دا د اوبو پایپونه د اوبو په ذریعه باندې دا خپل یخیږي بیا د هوا په ذریعه باندې سطل وباسو بیا د کټر په وسیله یې پاکوو. بله بیننده های عزیز، قسمی که شما تصویر ببینید برادر ما بسیار زحمت میکشه و به این خاطر این طرف و ماشین قدر سیل میکنه چون تولیدشان بسیار زیاد است و نمیتونه کمرای مدرس صحبت هم کنه. پس خوب است که ما زیاد آزارش نمیتونم، امرش صحبت نمیکنم، با انجینر این فابریکا صحبت میکنم یا سر کارگر این فابریکا صحبت میکنم که در رابطه با بر ما بگن که بعد از اینکه اینا سطل آماده میکنن باز به کدام مرحله میریم. انجینر صاحب، کلاس سطل آماده کیږي؟ موږ په تصویر که ګورو سطل آماده ده، او ضرور غواړي سدل تاسو کی دا اوس ګوره دال ته چارج کوي ښه هغه چې چارج شو هلته راوځي دا هوا خوشي کوي، هوا په ذریعه باندې هغه خلاص شي نور دا خپل صفایي کوي. دغه ضیافه مال چې راځي که نه دا بیرته پاکوي. بل دی کې دغه سیسټم دی، دا ګوره ګرمېږي هم نه، دې ته هلته اوبه لګېدلې دي، اوبو پایپونه هم لګېدلې دي که نه چې دا اوبه نه وي دا خو بیا کار خرابېږي. یو طرف نه یخې اوبه ورځي بیرته ګرمې راوځي دی نه، دا په دې ذریعه باندې هلته بیرته یخېږي هم ځان هم یخوي یخوي که نه دا خو برق دی، دا چې 15 دقیقې اوبه باندې دا دومره ګرمېږي چې بیا پاکول هم نشي څوک. او دا کټر څه د پاکاري لپاره؟ هو دا کټر خاص پاکاري کوي، هو د همدغه صفایي دپاره دی. برینده های عزیز، قسمی که شما را تصویر ببینید سطل آماده کردن. پس خوب است که ما در این بخش برنامه برتان سرپوشی سطل هم به تصویر بکشانم که چگونه سرپوش آماده میکنن و قسمی که شما میبینید اینجا یک کارگر از کار میکنن. پس خوب است که ما هم تو وطنی هم راج بشینم و کارش تعقیب کنم که چگونه کار میکنن. سلام کاکا جان، خسته نباشی، وقتت بخیر. خوب هستی؟ بخیر، خوب جور. چقدر لذت داره که امرای کارگر هم تو بشینیم و کارش یک جا تعقیب کنیم؟ والله خوب، بسیار لذت زیاد است به خاطر که تولید وطن است، به خاطر تولید وطن ای افتخار وطن و افتخار ما بر شماست. بله، تولید وطن افتخار وطن. میشه کاکا جان در رابطه با کارت برام بگی که فعلا در این فابریکه میخوای چیکار انجام بدی؟ همی سرپوشای گلن و سطل اینه میرست پاکاریش میکنیم. بله. ماشین تولید میکنم، همینجا پاکاری میکنیم، اش بازه بوجی میکنیم، همی کسایی که مراجعین ماز برای زور باران که میکنیم. امی سرپوش به خاطر سطل چند کیلو است؟ ای برای خاطر 6 کیلو است. آه 6 کیلو است او دو استعمال میشه و از سطلای کلانم میشه به موی چیز شد و خال فعلا نیر استعمال میکنیم. بله، در رابطه بایی بر ما بگین که کارتان باز فرق میکنه، مثلا سطل 24 کیلو را سرپوش دور کردنش با این سطل 2 کیلو 3 کیلو فرق میکنه یا خیر؟ فرق میکنه. مثلا چی؟ او یک کمی وقت زیاد میتونه، او وقت شما چیز است، مصرف دانه شما زیاد است. آه به اینی خاطر از این کم است و از اوز باز زیاد است. بله استاد جان، از شما میشنویم در رابطه با بر ما بگین که به صفت یک هموطن چقدر خوشحال هستیم که هموطنان ما در کشور خود ما سرمایه گذاری کردن و شما هم میتونید که یک روزی حلال بدوز برین. این شکر جای شکر است الحمدلله که در وطن خود ما ای تو کارا پیش میره که مردم یک مصروفیت پیدا کنن، مردم های بیروزگار بیکار دیجا یک مصروفیت پیدا کنه. این خوب بسیار یک افتخار خوب است با ما و شما و با کلگی. این که تولید وطن باشه این خوب بسیار زیاد خوب است. امیدی
به صفت یک کارگر نظر شما را میشنیم در رابطه به بر ما بگین که بعضی از دوستا و هموطنان ما که در کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکنن ولی باز همیجا ما جوانان بیکار داریم، جوانان ما بسیار زیاد بیکار هستند، در رابطه به بر ما بگین که چی گفتنی دارین برشان؟ ولی خو نظری هر کدام که از کسی که در وطن خود سرمایه گذاری میکنه به شمول زمین شرکت و امریکا را که جور کرد دی تقریبا 15 20 نفر کار میکنه کارگر است، این بسیار یک افتخار زیاد است و منی او که در خارج سرمایه گذاری میکنه او مفادش به افغانستان است، فایدهش به افغانستان است، دیگه اینی بسیار یک کار نیک است، کار خوب است. تشکر کاکا جان. بله بیننده های عزیز، ما هم از آن دوستان که در کشورهای خارجی سرمایه گذاری میکنم خواهش میکنم که لطفا بیاین در کشور خود سرمایه گذاری کنن تا باعث شود که هموطنان ما بتونن که یک روزی حلال به دست بیارن و بتونن که در کشور خود کاروبار کنن، دیگه باعث از این نشه که هموطنان ما به کشورهای دیگر به صورت قاچاقی برن. بیننده های عزیز، دیگه بخش ها هم باقی مانده ولی قبل از اینکه به دیگه بخش میریم خوب است که یک چند تصویر زیبا را ببینید تو دوباره زود برمیگردم. زخمی زادگاهم را ولی شکر حق از بحر زخمش بوی درمان میرسد، کوچه و بازارها را خوش چراغانی کنید، یوسف گمگشتم آخر به کنعان میرسد. بله بیننده های عزیز، ادامه پارت دوم برنامه است و قسمی که شما را تصویر میبینید سطل می خواهند که رنگ کنند، پس چیخو بس که من با انجینر صاحب صحبت کنم که در رابطه بایی بر ما بگن که این سطل را وقتی که رنگ می سازند کدام نوع رنگ استفاده می کنم؟ ده خواه رقم رنگ ده انجینر صاحب پوشی چهر یا رنگ بکاری ما غمون که ده وستو گره ده روان ده ده وست خپل کار که مثال زیر و غاری شین و غاری تور و غاری هر غم و غاری هر یا خپل کلر ده ما کم نفر چه خپل کلر غخته و ما غم پیسا باندی بیا مون ورته جوړه و لکه سنگه چه تاسو گوره ده وستو گوره. بله بیننده های عزیز، قسمی که شما تصویر میبینید سطل گرفتن رنگ کردن بینر شام برش حق کردن یا هم چسباندن. از انجینر سه میپرسم در رابطه بی بر ما بگن که ترکیبات رنگ با چی گونه است و در این فابریکه شما رنگ هم ترکیبات میتونی یا خیر؟ نه دی رنگ خو لید رنگ ده دا بیل رنگ ده پوش دا رنگ چی دا تاقو مو تاقو کی لگی دا رنگ نه ده دی خپل رنگی چا بیا بیر تل رکیږي نه دا ډیر قیمتي رنگ ده خرنګ ده زګه دا مون دې استعمالو دا کوم څه کې جوړیږي دا رنگ دا مون خپل پاکستان راوړو. انجینر صاحب تاسو دې په حقله موږ معلومات ورکړئ چې کله چې سطل آماده شو دلته تاسو کې خورده چې شلو پاره دا کار وکړه دا خو فعلاً چی کنه دا ډایرکټ دا خښ دي دا دلته دوه درې غنټې چې کې دي دا وچیږي چې کله وچو بس نور بیا مشکل نه لري دستي ورواچ او ویلګا. بله بیننده های عزیز، قسمی که شما تصویر میبینید اینجا به صدها دانه سطل رنگ گرفتن آماده کردن و بعد از اینکه امو استیکر برش اک کردن میخواین که اینجا بگذارن تا هم که به صورت کامل خوش شود. بیننده های عزیز، پارت دوم برنامه همینجا به اتمام میرسه، پس چی خوب است که بخش سوم برنامه را بعد از یک وقت خیلی کوتاه ببینید و همچنان فراموش نکنید که با مسئول فروشات این شرکت هم صحبت میکنم در رابطه با اینکه فروشات سطل رنگ به چی گونه است و به کدام ولایت نا صادرات دارن. بیننده برنامه باشید. بیننده های عزیز، باز هم سلام مجدد، خدا کنه که جور صحتمند باشید. ادامه برنامه اقتصاد و پرمختگ از بخش سوم برنامه است و در این بخش برتان بر علاوه که صحبت مسئول فروشات این شرکت هم میشنوم در رابطه با بسته‌بندی سطل ها هم برتان معلومات بدم که به چه شکل نامه خواهند بسته‌بندی کنند. پس چی خوب است که در ابتدا در رابطه با فروشات شان از مسئول فروشات این شرکت بشنوم. سلام بر شما، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله. انجینر صاحب محترم خیلی جوړه طبیعت خدا تاسو هم کې د ځان معرفي کې ز قاری صاحب خطیب الله ما د سطل او د ګلن بخش کې مسئول ما بازاریابی او موږ دلته کې د خپل تولید لرو د فابریکې د رنگ د پاره دلته موږ جوړو بیا خپل د داخل د کابل فابریکو ولاته توزیع لرو د نور ولایتونو د پاره هم توزیع لرو. تاسو کې د شیدې په حق لمو ته معلومات ورکې چې ام دا اوس د 100 کیلو سالونه بسته بندي ده یا ام آماده ده؟ 15 کیلو سرونه چې دی اوس بسته کوي چې دا یو اوردر راغلی زموږ د فابریکې د پاره او 40 کیلو موږ لرو سلی ریش کیلو پورې موږ سټلونه لرو او دا غي مکمل تولیدات موږ سره موجود دي پلاستیکی د پاره سل پی سي د رنگونو د پاره د خپل تولید فابریکه د پاره هم جوړو د نور ولایتونو د پاره هم جوړول تشته موږ سره. بله تاسو د دې په حق لمته معلومات ورکړئ تاسو د ولایتونو هم یادونه وکړه چې تاسو تولیدات خو په کابل ولایت کې ده نور ولایتونو ته تاسو صادرات لري نمایندګیان لري سره کم د تاسو کاروبار نور ولایتونو کې زمونږه تولید هم شته د توزیع د پاره او خپل نمایندګیان هم لرو د بخش د رنگ تولید د پاره وشته د نور سلور در شولایتونو کې موږ سره د غشته ده توزیع شته ده تاسو تولیدات څه یا واسه د فابریکات لپاره ده نور خلکو لپاره نه عام خلکو لپاره نه صاحب انجینر صاحب محترم زمون خو د نمائندګۍ لپاره ده او د نور فابریکات لپاره ده کم فابریکه والا چې رنگ جوړي تعمیراتي رنگونه
دا غي د پاره موږ د سطل او ګلن د خالی خو دیګان دا جوړو دا غي د پاره توزی ده. یو خاصه موضوع سه فروشات ده، اساس فروشات څنګه ده؟ فروشات خو زمونږ د رنگ عموما چې دینو په جمی کې لک ضعیفه ای خو نور و تم نه میاشتو کې سیزن بیا ماشاءالله ډیر خسته کار رواني. ډیره زیاته مننه. او خیر اوسې مننه کور ودان. بله بینید حاجی صحبت مسئول فروشات این شرکت با همه گوش شنیدیم که در رابطه با فروشات شان گفتن و واقعا انسان بسیار خرسند میشه که هموطنان ما در کشور خود ما سرمایه گذاری میکنن و بهترین تولیدات دارن. همچنان گفتن که فروشات ما خوب است، خوب بدیهی است که در فصل زمستان و در زمانی که هوا سرد میباشه فروشات کم میباشه، ولی باز هم شکرگزار هستیم از اینکه هموطنان ما در کشور خود ما سرمایه گذاری کردن و بهترین تولیدات داشتن. بینید حاجی عزیز در این بخش برنامه با جاوید بهرام مسئول اداری شرکت میخوام صحبت کنم و از نام شما که در رابطه با پلان های بعدی شان و تولیدات شان بر ما چی گفتین دارم. بهرامی صاحب سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام، همچنان خسته نباشید. بهرامی صاحب از شما میشنم در رابطه با تولیداتان بر ما بگین که در چه حد خود کفا هستیم از تولید سطل های رنگ. شکر الحمدلله ما اینجا شرکت تولیدی داریم که انواع سطل است، قوطی های رنگ است که دی مواد تعمیراتی رنگ انداخته میشه و به مشتریان عرضه میگرده. بهرام صاحب در رابطه با ایران بگین، هموطنان ما که از تولیدات کشور استفاده نمیکنن چی گفتنی دارین برشان؟ گفتنی ما برای اونها این هستن که شکر الحمدلله امروز سبا در افغانستان فابریکات تولیدی سطل و گلن و همچنان رنگ بیشتر مواد تولید میشه که نیاز ندارن که برن به کشور دیگه و خرید بکنن. کدام نیازی که می داشته باشن امروز سبا می تانن که از وطن خود استفاده کنن. بله واقعا بسیار عالی است. از شما میشنیم در رابطه بی بر ما بگین که بعضی از هموطنان ما که در دیگر کشور سرمایه گذاری میکنن گویا میگن که در کشور خود ما زمینه کاروبار فراهم نمیشه و همچنان فایده یا منفعتی نمیکنیم در کار ما، چی گفتنی دارن به آن دست صنعتکاران؟ گفتنی ما این است که این گپ منفی و این مفکری منفی را در ذهن خود نیارن. بله. یعنی یک انسان بخواه که یک کاری را بکنه هیچ وقت او نشودنی نیست. بله. می توانند که در وطن خود در خانه خود کار بکنن، هم رشد وطن است و هم رشد زندگی خودشان است. بسیار خوب. در رابطه با ما بگین که در آینده چی پلان های دارین به خاطر تولیداتتان؟ پلان ما این است که می خواهیم که کاروبار ما رشد کنه. بله. و ادامه بدیم تا نسل آینده ما مصروف و کار باشن و همچنان آبادی وطن ما. بسیار زیاد تشکر. بله بیننده های عزیز صحبت رئیس صاحب شنیدیم که در رابطه با تولیداتشان بر ما گفتن که بهترین تولیدات دارن و واقعا انسان بسیار خرسند میشه که در کشور زیبای ما افغانستان هموطنان ما زحمت میکشن، عرق ریزی میکنن تا بهترین تولیدات داشته باشیم و بتونیم که بسیار دل راحت از تولیدات کشور خود استفاده کنیم. هموطنان عزیز ما هم از شما خواهش میکنیم که لطفا از تولیدات کشور استفاده کنید تا باعث رشد صنعت و اقتصاد کشور ما شه. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمتتون قرار میگیرم شما را به خداوند یک تا بیلیاز مسپارم. وقت اوقاتتان خوش.